خدا قوت به همه سپنجایی های عزیز. امشب میخوایم به سراغ کرمان بریم، جایی که به قلب گرمای زمین شهرت داره و کلی طرفدار داره، جایی که احتمالاً شما هم تعریف آسمون پرستارهشو شنیدین ولی خیلی باهاش آشنا نیستین. در این ایام آخر تابستون که هوا کم کم داره پاییزی میشه، شاید بهترین زمان برای سفر به کرمان باشه، چون از گرمای وحشتناک تابستون دورین و میتونین با آب و هوای ملایم‌تر از این شهر بازدید کنین. آماده هستین که یه سفر مجازی با هم بریم؟ کرمان پهناورترین استان ایرانه که حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره و جزو مهمترین استانهای تاریخی و سیاسی کشورمونه. در جنوب شرقی ایران، کرمان و شهرهاش به عنوان قطبهای سیاسی، فرهنگی، کشاورزی، مذهبی و غیره حساب میشن. پس سفر به کرمان رو نباید یه سفر عادی دونست، بلکه این سفر مملو از خاطره براتون میشه. در بد به ورود کرمان، احتمالاً شهرک ویلایی هفت باغ علوی یکم نظرتون رو جلب کنه، جایی که منطقه اعیان نشین کرمان به حساب میاد و سبک معماری خونه ها و بناهای اون به شیروانی های شمال کشور میخوره. البته با این تفاوت که این بناها در کویر جافش کردن. همونطور که میدونین، کرمان در نزدیکی کویر لوت واقع شده که به گرمترین کویر دنیا هم مشهوره، جایی که به قلب گرمای زمین شهرت داره. شما میتونین بعد از رسیدن به کرمان در انواع اقامتگاه های بومگردی، خونه های قدیمی کرمان که با توجه به شرایط فرهنگی و آب و هوایی کرمان ساخته شدن، آپارتمان های مبله و سویت ها اقامت کنین. اما وقتی مستقر شدین، زیاد وقت رو هدر ندین، برین داخل شهر که دیدنی های بیشماری منتظرتونه. مجموعه گنجعلی خان، حمام وکیل، گنبد جبیله، ارگ بم و کلی جاهای دیگه وجود دارن. هر کدوم از این بناهای تاریخی داستانهایی دارن که شاید برای شما هم بیش از اندازه جالب باشن. شما میتونین این بناهای باشکوه رو داخل کرمان ببینین. اگه به کرمان رفتین و از شبهای تاریک کبیر، بناهای تاریخی و قدیمی باشکوه، موسیقی محلی و مهمان نوازی مردم شهر لذت بردین، میتونین همین تجربه ها رو با ما و افرادی که هنوز به کرمان سفر نکردن در بخش نظرات زیر همین پست به اشتراک بذارید. برای دیدن این شهر بی‌نظیر کافیه به سایت سپنجا.com برید و اقامتگاهتون رو رزرو کنید و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو در حین سفر فراموش نکنید.